سنجانم پامال جور و دست خوش کینم ببین، ای کشتی نجات گذشت آب از سرم. داداش دیشب صدا ناله مادرم فاطمه رو از مقتل میشنیدم، چه خبر بود در این گودال. دیشب کنار پیکر پاکت چا گذشت، کین خاک ها هنوز داد بوی مادرم. با تازیانه می کنن جدا از تو هم، ولی از جان خیش بگذرم از تو نگذرم. دل هر لاله می سوزد بر احوال دل زینب، که بر باد فنا رفته تمام حاصل زینب. حسین جانم، 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 حسین جانم. آی صفای روزه جنت ندارد رنگ و بویت را، به جای مادرم زهرا زدم بوسه گلویت را. حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم. سبب این زیارت را کسی جز من نمیداند، تپش های دل زینب زیارت نام میخواند. حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم. خودم دیدم در این مقتل گل من دست و پا میزد، سنان بر پهلوی او بود و مادر را صدا میزد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، والصلاه والسلام على عبده المؤيد ورسوله المصدد المصطفى الامجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الأئمة الهداة المهديين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و العاقبت للمتقین. و بعد، فقط قال الله الحکیم فی محکم کتابه الکریم و مبرم قرآنه العظیم و یزع عنهم اسرهم و الاغلال التي کانت علیهم.
روز تاسوعاست، به سنت سنوات گذشته منزل برادر ایمانی و عزیزمون آی لاله در حضور اعزه سروران، اندیشمندان، آزاد اندیشان، عارفان بالله و ارادتمندان به ساحت مقدس ولایت ائمه معصومین علیهم السلام چند لحظه ای از اقیانوس بیکران قرآن و معارف و تعالیمی که ابا عبدالله الحسین علیه السلام در این دانشگاه الهی تعلیم بشریت و بالاخص مسلمین عنایت فرمود بهره برداری کنیم. فردا هم طبق معمول در اینجا زیارت عاشورا و تا حدودی توضیحاتی در پاره زیارت عاشورا خواهد بود، البته زمانش از امروز دیرتر خواهد شد چون در منزل حضرت های تابنده دامت برکاتو علاوه بر مجلس سوگواری هیئت های سینه زنی و زنجیر زنی بیایند و عرض ادب و ارادت و توسل به ساحت مقدس ابا عبدالله الحسین علیه السلام بنمایند و در اینجا محضر مبارکتون باشیم. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. در قرآن مأموریت ها و مسئولیت هایی که خداوند بر عهده بزرگترین رهبران خودش خاتم انبیا پیامبر اکرم علیه افضل صلوات المصلین نهاده در جای جای قرآن نام میبرد. مثلا یک بار در سوره جمعه که صحیحش جمعه هست، ما میگیم جمعه، در سوره جمعه میفرماید هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته، یه مأموریت، یزکیهم یعلمهم الکتاب والحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. همینو در سوره آل عمران با منت بر مؤمنین بیان می‌فرماید و لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم الی آخر آیه. اینا تعلیم، تزکیه و تربیت و پرورش، تعلیم کتاب و حکمت، تلاوت آیات الهی از مأموریت های پیغمبر اکرم در قرآن بیان شده است. یه جا هم در این آیه‌ای که قسمتی از اون آیه رو خوندم، آیه 157 سوره مبارکه اعراف، یکی یکی مسئولیت ها، وظایف و مأموریت های سنگین پیغمبر اکرم رو که بعد جاری می شود در اوصیاء طاهرین حضرت و بعد هم در زمان غیبت مولا و مقتدا و صاحب ما عجل الله تعالی فرجه الشریف به عهده رهبران و راهنمایان حقیقی بندگان خدا به سوی خدا می باشد، بیان می فرماید، می فرماید کسانی که پیروی
و تبعیت از اون رسول امی میکنند. یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات والانجیل. نام مقدس او را فارقلیت، نام مقدس او را در انجیل در تورات خونده اند. موسی به آمدن او خبر داده، عیسی بشارت داده. اتمام حجت بر آمدن چنین شخصیت آسمانی که خودش خاتم پیغمبران، دینش جامع ادیان و ناسخ ادیان گذشته، شریعتش کامل و تمام، کتابش خاتم الکتب و جامع همه قوانین الهی است، یعنی پیغمبر ما محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، بشارت داده است. این پیغمبر چندین مسئولیت و مأموریت دارد. یک، یأمرهم بالمعروف. وظیفه یک رهبر الهی آن است که در سایه و پرتو تعالیم آخرین فرستاده الهی عمل بکنه، مردم را، جامعه را امر به نیکی ها بکنه، نه امر بکنه زبانی. چیزی که نداره گفته هاش باشه. بندره اکثر آیون میشناسم. من بیام در این منزل، در این مجلس نورانی، پشت این میکروفون بگم اوصیکم به تقوی الله، خب شما نگاه به من میکنید، این چیزی که ندارم تقواست. این امر معروفه. یأمرهم بالمعروف، یک. ینهاهم عن المنکر، یحل لهم الطیبات، یحرم علیهم الخبائث. نهی از منکر بکنه، طیبات را بر اونها حلال بداره، خبائث و چیزهایی که خوردن و استفاده کردنش آلودگی های جسمی و روحی می آوره حرام کنه. بعد چی؟ یزع عنهم اسرهم. اسر با همزه و صاد چیز سنگینی میگن. تکالیف سنگین رو از اونها برداره، که اینجا اجازه میخوام از سروران عزیزم این جمله مفسر بزرگ، راهنمای طریقت که تفسیرش تفسیر السلطان، سلطان التفاسیر است، حضرت آیه شهید، شهید فی سبیل الله، شهید راه ابا عبدالله، حضرت آیه سلطان علی شاه شهید اعلی الله مقامه الشریف، اینجا یه جمله‌ای دارن میفرمان تا زمانی که انسانی در مسیر الهی قرار نگرفته، هر وظیفه ای از وظایف عبودیت و بندگی و تکالیف شرعی رو بخواد انجام بده، براش اسر، ثقیل، کلفت، تکلیف، تکلیف از همون کلفت، سختی، دشواری، زحمت، رنج. اما وقتی وظایف خودش رو از راه نما و رهبر الهی گرفت، انجام دادنش همراه با سرور و نشاط میشه، لذت میبره، یه لذتی که مانند اون نیست. ملاحظه کنید امام سجاد علیه السلام در
مناجات المحبین به درگاه خدا چی عرض میکنه؟ هر کدام از ائمه ما، از پیشوایان ما تو یک قالب و تو یک نوع عبارات حقایق و معارف ره به ما تعلیم دادن. امام سجاد از طرفی با پروردگار خودش مناجات میکنه، از طرفی به ما تعلیم میده. چیو تعلیم میده؟ خدا کسی که لذت محبت تو رو چشید چگونه ممکنه اون رو با چیزی عوض بکنه؟ با لذت محبت و عشق وظایف خودش رو انجام میده. این عشق، اما دنبالش یزع و انهم عشرهم و الاقلال التي کانت علیهم. اقلال با قین جمع قل هست. قل یعنی زنجیر، زنجیر اسارت به دست و پای دل بشر زیاده. شهوات، هواهای نفسانی، حب مال، حب جاه، حب شهرت، حب دنیا، حب ریاست و امثال اینها، اینا قل و زنجیر به دست و پای بشر هستند. در مکتب عرفان عالی شیعه مهمترین قل و مهمترین زنجیری که بالاترین اسارت را برای انسان می آورد، زنجیر و قل انانیت و منیت و خودیت. و الاقلال التي کانت علیهم، پیغمبران الهی و به ویژه پیغمبر خاتم علیه افضل صلوات المسلین علی علیه السلام، فاطمه زهرا سلام الله علیها، ائمه ما، رهبران الهی، همه آمدند این قل و زنجیرها را از دست و پای روح بشر باز کنند تا بشر به اون مرحله و قله ای از معرفت نائل بیاید که زبان حالش این باشد: مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، دو سه روزی وطنی ساختند از بدنم، ای خوشون روز که پرواز کنم تا بر دوست به هوای سر کویش پروبالی بزنم. پس پیغمبر اکرم، ائمه معصومین آمده اند برای آزادی و حریت بشر. حریت و آزادی هدف اصلی از بعثت پیغمبر و آمدن ائمه معصومین و بعد هم در دوران قیامت پیشوایان و مراجع و رهنمایان به حق و منصوص هستند. چرا؟ چون بشر را خداوند آزاد آفریده. ملاحظه کنید این جمله علی علیه السلام که شما ارادتمندان و محبان و عاشقان اون بزرگوار در این مجلس گرده هم آمده اید: ای بشر، لا تکن عبد غیرک، غیره، لا تکن عبد غیرک، بنده کسی نباش، بنده خدا باش. چرا؟ قد خلقک الله یا قد جعلک الله حرا. خدا تو رو آزاد آفریده. عرفا در تعریف حریت جملاتی دارن. یک جملهشو از عارف بزرگوار مرحوم ملا عبدالرزاق
کاشانی رحمت الله علیه نقل کنم. صلوات خدا بفرمایید. اللهم صل علی محمد آزادی یعنی چه؟ الحریتو عبارتون عن الخروج عن رق الاغیار. اگر از غیر خدا آزاد شدی، فقط بنده او شدی، این میشه آزادی واقعی. اینم راه داره. کسی تا در مسیر بندگی حق قرار نگیره نمیتونه ادعای آزادی کنه و نمیتونه دیگران رو به آزادی برسانه. همین آیه که خوندم اولش و آخرش عجیبه ها، هم اولش هم آخرش از تبعیت و پیروی سخن میگه. الذین یتبعون الرسول الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل. ادامه داره تا آخر آیه، یزو عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم والذین آمنوا بهی و عزروه و نصروه و تبع النور الذي انزل معه. کسانی که از اون نوری که با پیغمبر نازل شد، دو تا گفتن تو تفسیر، گفتن این نور منظور قرآنه، گفتن این نور منظور علی علیه السلامه، با هم فرق داره. مگه ما شیعه معتقد نیستیم که ائمه هدات معصومین روح قرآن و کتاب الله ناطق هستن؟ فرق نمی کنه. و تبع النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. رستگار واقعی اینا هستن که این تبعیت رو انجام دادن. چرا؟ چون از این تبعیت به بندگی میرسن. ملاحظه بفرمایید، این زبان حال هممونه ها. من از اون روز که در بند تو ام آزادم. مولوی تشیع خودش رو
جواب میده. ببینید اونای دیگه میتونن اینجور مولویت داشته باشن؟ کیست مولا؟ اون که آزادت کند. بند رقیت بردگی، بندگی. بند رقیت ز پایت برکند. این مولا از نظر مولوی، مولا از نظر عرفا، اولا به تصرف. این میتونه بند رقیت رو باز کنه. بله اونا خلیفه بودن محترم، کارشون هم نداریم، ما با علی کار داریم. علی این گونه مولا هست، جانشینان علی این گونه مولا هستن. بعد دستور جشن عید قدیر میده، اما تو رمزا دنبالش چیه؟ ای گروه مؤمنان شادی کنید، همچو سرو و سوسن چیکار کنید؟ آزادی کنید. شما آزاد شدید، مولا دارید. لیک میگویید دایم شکر آب، بی زبان همچون گلستان خضاب. آب و شکر کنید، این معناشه. آب چیه تو قرآن؟ و من الماء کل شیء حی. تفسیر شیعی و عرفانیش چیه؟ و من الولایه کل شیء حی. هر کی دم عیسوی ولایت علی بهش خورد زنده است، و الا اینها امواتن. این قرآن هم برای زنده ها آمده، برای مرده ها نیامده. من کان حیان، هر کی زنده شد، زنده به دم عیسوی، از تمام رقیت ها و عبودیت ها اگر رها شد، این میتونه هم پرواز کنه به عالم ملکوت، معارف رو دریافت کنه، هم تک تک افراد جامعه اگر در این مسیر آزادی و حریت حرکت کردن، اون جامعه یه جامعه بانشاد، نه خمود، نه اینکه به که هم دیگه برادر به برادر اعتماد و اطمینان نداشته باشه. اسلام این جامعه رو میخواد. شما ملاحظه کنید زمان خلیفه سوم عثمان، بیت المال ضایع میشد. دیگه بذارید اینجا رو سربسته عرض کنم. کشکول شیخ بهایی علیه الرحمه رو بخوانید، این داستان رو آورده. بیت المال تضیع میشد. حالا به چه مصرفی میرسه بمانه. ابو ذر قفاری، این آزاد مرد و اون بزرگواری که پیغمبر اکرم دربارش فرموده خورشید و آسمان بر چیزی سایه نیفکنده اصدق من ابی ذر، این اعتراض میکرد، به کارهای خلیفه اعتراض میکرد. عثمان یه غلام داشت، هنوز بردگی و کنیز و غلام بود، یه غلام داشت، یه بدره زر، خوب دقت بفرمایید، عرایزم تمام، یه بدره زر داد به این غلام، گفت اگر رفتی در خانه ابوذر این بدره زر به او دادی، او پذیرفت، من تو رو آزاد میکنم. گفت من قول میدم. گفت تو دیگه آزاد شده من هستی، غلام نیستی. بدره زر گرفت، آمد در خانه ابوذر، رضوان الله تعالی علیه در زد. ابوذر آمد دم در، گفت این بدره زر خلیفه فرستاده، از من خواسته، از شما تقاضا کنم بدره زر بپذیرید. گفت نمیپذیرم. گفت آقا اگر بپذیری، پذیرفتن شما همراه با آزادی منه،
آزاد شدن من در گروه پذیرفتن شماست. گفت درست میگی، تو آزاد میشی، من گرفتار میشم. جای جای دانشگاه کربلا درس آزادی میده. شما ملاحظه کنید، یه نمونش زندگانی هور. هور شاید کلش 2 ساعت مثلا به زمان ما کل ایمان آوردنش شد که از اسبم پیاده نشد. ابا عبدالله بهش فرمود انزل پیاده شو. عرض کرد من سواره باشم بهتره برای من تا پیاده باشم، آخر امرم به پیاده شدن میرسه. فقط اجازه بدین اولین کسی بودم که سر راه شما رو گرفتم، اولین کسی باشم که با این قوم پست فطرت و در حقیقت بندگان و بردگان این دنیای پست برم مبارزه بکنم. حضرت بهش اجازه دادن رفت. اون لحظه آخر که یا آوردند او را به نقلی یا حضرت بالاخره بالای سر او حاضر شدن، سر نازلین این بزرگوار را که روی زانو گرفتن، یمسح تراب عن وجه الحر، خاکا رو از روی صورت هور پاک میکرد. ثم یقول انت هر کما سمت که امک هر را، انت هر فی الدنیا انت هر فی الاخره. اگر بخوایم به نهضت و قیام مقدس ابا عبدالله الحسین تعبیرهای مختلف بکنیم، نهضت و قیام انسانیت، احیاء دیانت، احیاء اسلام، احیاء امر معروف و نهی از منکر، احیاء بشریت، یکی از نامهایی که شایسته است بر قیام و نهضت ابا عبدالله بگذاریم و به غیرش کم میاد، نهضت الحریه، نهضت آزادی، اسم مقدسی بر قیام ابا عبدالله الحسینه. و چون خود اون حضرت در راه آزادی بشریت و جامعه اسلامی به خصوص به شهادت رسید، اولادش به فیض شهادت رسیدند، اصحاب بزرگوارش به اون درجه رسیدند که می فرماید به خدا قسم اصحابی بهتر و با وفاتر از اصحاب من نمیشناسم. ما در زیارت ناحیه مقدسه میخوانیم السلام علیکم یا خیر انصار. همه و همه انواع سختی ها، هم شهادت و هم بعد از شهادت سرقافله و امیر قافله اسرا زینب کبرا سلام الله علیها به اسارت رفتند که اسارت اهل بیت مکمل شهادت ابا عبدالله الحسین و یارانش هست. انواع سختی‌ها کشیدن در مسیر آزادی. هر کس پیرو امام حسین، دقت بفرمایید آقایون، بخواد در نهضت آزادی بشر حرکت کنه، زحمت داره، رنج داره، دربدری داره، گرفتاری داره، اما به نتیجه میرسه. ما به اون نتیجه مطمئنیم چون هدف مقدس است و وسیله رسیدن به هدف هم مقدس. این مکتب و مرام ابا عبدالله الحسینه. اجازه بدید پایان عرایزم و ذکر مصیبت رو پیام همون آزادی عرض کنم. رفتند اصحاب حضرت به شهادت رسیدند، اولاد برادر، اولاد خواهر،
اولاد خود همه رفتند، چیزی دیگه نمونده. ابا عبدالله روی زمین افتاده، اطراف او ره حایل شدند، نمیدونن ایشون از دنیا رفته، رحلت کرده یا هنوز رمقی داره. اون نانجیب گفت حسین آزاد مرده، غیرت داره، کاری به اون نداشته باشید، به خیام حمله ببرید، اگر زنده باشه متوجه میشه ما میفهمیم زنده هست یا نه. حمله کردند، تاختند به خیام اهل بیت. یک مرتبه ابا عبدالله الحسین در اون حال اقماعی که بود، که البته عالم ملکوت سیر میکرد، صدای سم اسب‌ها رو که به طرف خیام شنید، یک پیام داد هم به بشریت هم به همه پیروان ابو سفیان ها. خط حق هست، خط باطل هم هست. ابو سفیان ها و معاویه ها هست. قرآن فرموده، من نمیگم. و جعلنا لکل نبیین عدوان شیاطین الانس والجن هستم. پس این پیام شامل حال همه اون پیروانشون هم میشه. سر بلند کرد فرمود یا شیعت آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دینون و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. ای پیروان ابو سفیان، اگر دین ندارید، اگر به خدا معتقد نیستید، اگر به معاد و قیامت معتقد نیستید، حداقل در دنیا آزاد مرد باشید. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. الهی نقسمک بالحسین یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الكفر والمنافقین. اللهم انصر امام زماننا ارنا الطلعه الرشیده والقره الحمیده. خدایا دلهای ما را منور به تعالیم عالیه قرآن و اهل بیت بفرما. جامعه ما را جامعه آزاد، مرفه، پیشرفت در تمام ابعاد اجتماعی، علمی، سیاسی، اداری عنایت بفرما. هر کس به کشور عزیز ایران، ملت شریف و سربلند آن، تحت هر عنوانی، تحت هر مسئولیتی خدمت می کند، خدایا بر تعییدات و توفیقاتش بیفزا. هر کس به این ملت و این کشور با هر روشی خیانت می کند، به حق دست های ابوالفضل العباس امروز تاسوعا او را برانداز. خدایا گرفتاران، دربندان، اونهایی که مشکل دارن، اونهایی که در مفارقت و دوری از خانواده و بستگان عزیزشون به هر دلیلی به سر میبرند، خدایا حاجتهای اونها را برآورده به خیر بفرما، قدمهای اونها را در صراط مستقیم تأیید و ثابت بفرما. از این جمع ما، مخصوصا روحانیت معزز و مولای عزیزمون حضرت های مجذوب علی شاه دامت برکاتو، همراهان، متعلقین، دوستان، ارادتمندان، رهروان راه حریت و آزادی و پیشرفت و تکامل معنوی و تربیت روحانی و عرفانی بشر، خدایا به کرمت قبول بفرما و عجل فی فرج مولانا. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله.
السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن امير المؤمنين، يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين.
دل هر لاله می سوزد بر احوال دل زینب که بر باد فنا رفته تمام حاصل زینب. حسین جانم، 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 حسین جانم. آی صفای روزه جنت ندارد رنگ و بویت را، ای گل گلزار، ای گل
شاید